حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک به ما پیوسته. آقایی، چقدر فکر میکنید که این اختلافی که الان به وجود اومده میتونه سایه بندازه بر روابط تهران و مسکو و تنش ایجاد کنه؟ ببین، اول اشاره بکنم که 9 دسامبر حدود 13 روز پیش در سفر خاورمیانه‌ای که پوتین داشت، او سفر کرد به امارات و عربستان. فردای اون روز در 10 دسامبر، خاطرتون باشه، من در همین برنامه امروز خدمت شما گفتم که روابط روسیه نه با جمهوری اسلامی بلکه با اماراتی هاست که در حال گسترش هست در تمامی ابعاد، و روسیه به ایران و مشخصا جمهوری اسلامی به عنوان که راهبردی خودش نگاه نمی‌کنه، بلکه با توجه به واقعیات موجود، به خاطر موقعیتی که روسیه امروز درش قرار داره، اتفاقا روس‌ها به امارات و عربستان نگاه راهبردی بیشتری دارن تو معادلات منطقه‌ای. این اظهارات آقای علی اکبر ولایتی هم مهر تاییدی است بر شکست سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، که میشه گفت اون وابستگی به شرق جمهوری اسلامی هستش، و به نظر من کار خاصی جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده، چون دست جمهوری اسلامی زیر ساطور کاخ کرملین هست، و چون جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌های خودش رو در طول سالهای گذشته در سبد روسیه و چین ریخته، بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه به خود سبد ضربه بزنه، چون تمام تخم مرغ‌هاش اونجا ریخته شده. تنها در صورت جمهوری اسلامی میتونست در واقع یک واکنش خیلی مؤثری نشون بده که روابطی رو هم با آمریکا داشت، و الان اینو نگاه بکنیم، واقعیت این هستش که فکر میکنم روس‌ها زرنگ‌تر از این حرفا هستن که بخوان از جمهوری اسلامی بازی بخورن. روس‌ها مثل در واقع خرسی هستن که به خوبی میدونن چی جوری جمهوری اسلامی رو در واقع در آغوش بگیرن. اون سیاست به اصطلاح بیر هاگ هست که به اسرارش پی ببرن از طریق دوستی، و از همین کارت جمهوری اسلامی و متاسفانه کارت ایران، یک کارت ضعیف شده، یعنی هر چقدر که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه به خاطر سیاستاش و در نتیجه اون هم ایران ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه، از این کارت به عنوان یک اهرم فشار یا یک وسیله برای چانه‌زنی با آمریکا برای دستیابی به معاملات ژئوپلیتیکی بزرگ استفاده می‌کنن، و این روش و راهی است که پوتین در پیش گرفته و به نظر من اتفاق خواهد افتاد. چقدر فکر می‌کنید که اصلا نیاز بود که روسیه خودش رو وارد این نزاع بکنه؟ چون می‌تونه سکوت بکنه، می‌تونه چیزی نگه و هم روابط تجاریش رو با اماراتی‌ها گسترش بده و هم روابط نظامی و امنیتیش رو با تهران. نکته بسیار مهمی رو شما بهش اشاره کردید. اتفاقا این موضع‌گیری روسیه بخشش به خاطر همین تعمیق روابط بین مسکو و ابوظبی هست، و شما نگاه بکنید به روابط امارات و روسیه، ببینید الان حجم مبادلات تجاری روسیه و امارات با یک جهش 60-70% نسبت به سال 2021 رسیده به دست کم 10 میلیارد دلار در سال. مبادلات بانکی روسیه و امارات به شدت گسترش پیدا کرده. روسا از نهادها و مؤسسات تجاری و بانکی امارات استفاده میکنن برای دور زدن تحریم. ما روسا به صنعت توریسم امارات کمک میکنن، رونق میدن اون رو، و در امارات خونه خریدن روسا، اولیگارشاشون سرمایه‌شون رو بردن اونجا، شرکت‌های سوری تأسیس کردن برای دور زدن تحریما به نفع روسیه. اماراتی اگه نگاه بکنید علیه روسا در رابطه با جنگ اوکراین به هیچ وجه موضع‌گیری علنی نکردن. امارات در تامین تراشه الکترونیک و اون قطعات نیمه رسانه کمک میکنه به روسیه. حتی اماراتی‌ها در منازعه سودان دارن سلاح میفرستن از طریق واگنر، گروه واگنر، به مخالفان ارتش سودان به نفع روسیه، و توی ناوگان اشباه روسیه برای نقل و انتقال نفت اماراتی‌ها یک سری شرکت‌های سوری دارن، اینا صاحب یک سری کشتی‌ها و نفتکش‌ها هستن، به روسا کمک می‌کنن. نکته من اینجاست که در ازای این کمک‌های امارات به روسیه، شما مطمئن باشید که مقامات ابوظبی یک سری امتیازات از کرملین خواهند خواست، و امتیازی که امارات می‌خواد و عربستان همین مسئله جزایر سگانه هستش، و به نظر من روسیه فقط و فقط چون به منافع
خودش فکر میکنه و به هیچ وجه هم جمهوری اسلامی رو شریک راهبردی خودش نمیدونه، سعی میکنه که به خاطر این کمک‌هایی که امارات و عربستان میتونن بدن به عنوان کشوری که تحریم نیستن به اندازه جمهوری اسلامی بدن به روسیه، پوتین هم در واقع بر علیه منافع ایران به خاطر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی و ناشیگری جمهوری اسلامی در سیاست خارجی این امتیاز رو به امارات و عربستان خواهد داد. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک.